خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. ویدیو کنفرانسی با شرکت اتحادیه کارمندان ترک صندوق بین المللی پول و رئیس اجرایی بیونتک آقای پروفسور اور شاهین و دکتر توزلم تورجی برگزار شده. شرکت بیونتک در حال کار برای توسعه و بهبود واکسن تولید شده برای نوع جهش یافته ویروس کرونا است و اعلام کرده هدف ما اینه که واکسن به دست همه مردم دنیا برسه. احسان سانر طی بیانیه‌ای بعد از 6 ساعت جلسه با شورای وزیران اعلام کرده 120 میلیون لیر اعتبار برای حمایت از مشاغل به اونا اختصاص داده شده و شرکت ها میتونن از 22 فوریه برای بهره‌مندی از این وام ها به بانک ها مراجعه کنن. مدیر بخش آموزش عالی و امور خارجی اظهار داشت که دولت هزینه قرنطینه و تست PCR حدود 17,000 دانشجویی که قرار طبق برنامه به جزیره آورده بشن رو پوشش خواهد داد. دانشجوانی که کلاس های فشرده دارن و یا اونهایی که در آستانه فارغ التحصیلی هستن به تدریج به قبرس وارد میشن. کلاس ها 60% حضوری و 40% هم به صورت آنلاین برگزار میشه. و باز هم آقای ارسان سانر اعلام کرده هر کسی که دوز اول و دوم واکسن رو دریافت کرده باشه میتونه وارد جزیره بشه. از اول آوریل میتونیم پذیرای این افراد باشیم. ایشون اضافه کرده روند دو روزه واکسیناسیون افسران پلیس هم تموم شده. و متاسفانه شخصی 82 ساله به علت ابتلا به کرونا در قبرس شمالی جون خودش رو از دست داد. گویا این فرد به فشار خون و نارسایی قلبی هم مبتلا بوده. وزیر گردشگری هم اعلام کرد که در طول 2 ماه گذشته برای پروژه مرمت و بازسازی بندر باستانی گیرنه کارهای خوبی انجام شده و تاکنون 90% کار پروژه تکمیل شده. و بازگشایی گیرنه و لفکشا بر اساس آمار مبتلایان ارزیابی میشه. از طرفی احتمال بازگشایی فاماگوستا، اسکله، لفکه و گوزلیورت هم وجود داره. ارسان سانر گفته تعداد موارد از 10 فوریه به این طرف کاهش پیدا کرده و شورای وزیران باید راهی برای بازگشایی کشور ارائه بده. دولت در حال تدارک دیداری با کمیته عالی بیماری‌های واگیردار در خصوص بازگشایی کشور هست. شما چی فکر می‌کنید؟ لطفاً بهمون پیام بدین و نظرات خودتون رو در خصوص ادامه و یا اتمام قرنطینه و شرایط کلی که توش هستیم رو به ما منتقل کنین. فکر کنم کم کم وقتش ما ایرانی‌ها به عنوان یک جامعه اثرگذار نقشی تو بعضی از تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم. و آمار کرونا در ایران متأسفانه در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان جدید 8042 نفر و قربانیان جدید این بیماری 67 نفر اعلام شده. گاهی وقتا یه نفر بهت صدمه میزنه، تو بهش فرصت جبران میدی و اون دوباره بهت آسیب میرسونه. قسمت ناراحت کنندش اینجاست که یه حسی درون قلبت ازت میخواد بازم بهش فرصت جبران بدی، اما دیگه نمیتونی. نه از اینکه بترسی دوباره بهت آسیب بزنه، نه، تو فقط نمیخوای باورت به خوب بودن اون آدم رو از دست بدی. خیلی ممنون از شما خوبان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.